بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولین عزیز و گرامی، به جلسه 26 مایکروسافت ویندوز ده خوش آمدین. مسئولین عزیز، در این جلسه هدف ما پسوند فایل ها و فرمت های فایل ها در ویندوز ده است. معمولا به خاطر ذخیره ساختن اطلاعات مانند تکس، متن، تصاویر، فیلم ها، ایمیج ها، گراف ها، انواع مختلف دیتا ها، ما فرمت های خاصی را استفاده میکنیم که به اساس از فرمت ها ما بتانیم که به دیتا های خود دسترسی داشته باشیم و همچنان اطلاعات از اونها قابل استفاده و قابل مدیریت باشه. به این خاطر در ویندوز، مایکروسافت ویندوز ده، پسوند های مختلفی یا فرمت های مختلفی نظر به نوعیت دیتا مورد استفاده قرار میگیره که در جلسه مورد مطالعه قرار میتیم. ما انواع مختلف فرمت های فایل های مایکروسافت آفیس داریم، انواع فرمت های فایل های تصویری داریم، فرمت های فایل های موزیک داریم، فرمت های فیلم تصویری داریم و بعضی فرمت های مشهور داریم که هر کامش هم مورد مطالعه قرار میدیم. مثلا عزیز، مایکروسافت آفیس یک پکیج یا یک بسته از اپلیکیشن های یا برنامه های کاربردی در شرکت ها و ادارات برای مقاصد محاسبه، متن نویسی، به خاطر بروشرها، به خاطر ایمیج، به خاطر دیتابیس و انواع مختلفی از اینها موجود است که ما از اون روزمره و شرکت ها از اون روزمره استفاده میکنند. یکی از فایل ها یا فرمت های فایل های مایکروسافت آفیس DOC یا DOCX است. DOC در واقع یک فرمت خاصی از فایل های برنامه ورد مایکروسافت آفیس می باشند و به خاطر ذخیره کردن اطلاعات از طریق ورد یا از طریق دکومنت ورد مورد استفاده قرار می گیرند. و همچنان ما TXT فرمت داریم. TXT فرمت یک از فرمت های فایل های برنامه نوتپد مایکروسافت آفیس می باشند که ما نوتپد هم داشته باشیم. نوتپد به خاطر تحریر اطلاعات به شکل تکس در صفحات بسیار کوتاه مورد استفاده قرار می گیرند. و همچنان فرمت دیگر عبارت از PPT یا پاورپوینت فرمت است و PPTX است که امروزه به وجود آمده. و این فرمت های فایل های برنامه پاورپوینت به خاطر پرزنتشن یا ساختن پرزنتشن و بعضی موضوعات اساسی، به خاطر نشان دادن تدریس موضوع یا به خاطر ورکشاپ یا سمینار ها استفاده میشه. و همچنان فرمت دیگه به نام XLS یا XLSX است که فرمت فایل های اکسل است. اکسل یک برنامه ای به خاطر محاسبه، به خاطر فرمول های ریاضی و ایجاد فرمول ها و به خاطر جمع بندی، تقسیم، ضرب و محاسبات استفاده میشن که معمولا فرمت های از اینا XLS، XLSX می باشن. و همچنان ما بعضی پابلشر داریم به نام PUPX است که فرمت فایل پابلشر است، به خاطر پابلش کردن یا به خاطر ساختن فایل های مانند ویزیت کارت، مانند فایل های دعوتنامه، به خاطر کارت های که امروز به خاطر دعوت استفاده میشن یا برای بروشرها، برای چاپ، برای لیبل کاری استفاده میشن، از این فرمت استفاده میکنن. فرمت های فایل های تصویری داریم که قرار زیل است. یکی فایل های GPG یا GPEG داریم، GIF داریم، GPG یا GPEG در واقع یک فرمت خاص تصویر است. GIF داریم که برای فرمت خاص تصویر بالای ویب است و به شکل بزرگان به شکل انیمیشن ظاهر میشه. BMP داریم، BMP در واقع فایل های ساده تصویری است.
TIF داریم و PNG داریم. اینها فرمت های فایل های تصویری برای ذخیره کردن اطلاعات تصویر استفاده میشن. فرمت های فایل های موزیک صوتی داریم به نام WAV داریم، MP3 داریم، MP3U داریم، WMA داریم، WM داریم، WMX داریم. اینها فرمت های به خاطر ذخیره کردن فایل های موزیک یا موسیقی یا صوتی استفاده میشن. فایل های دیگر داریم که فرمت های فایل های تصویری یا فیلم های تصویری هستن. برای فیلم های تصویری یا ویدیوهای تصویری ما IVI داریم، MOV داریم، MPG داریم، MOV داریم، MPEG داریم، MPEG، MPG، MP4 و انواع مختلفی از اینها مورد استفاده قرار میگیرن. و این فایل های تصویری یا فایل های ویدیویی تصویری در واقع به ما اجازه میده که ما فیلم ها ویدیوهای متحرک را که ایجاد کردیم اونا را بتانیم که از طریق ویدیو پلیر ها، از طریق پلیر های مختلف باز بکنیم و اونا را تماشا بکنیم. و همچنان بعضی فایل های فرمت های فایل های مشهور دیگر هم هست که بسیار مشهور است، معمولا در ویندوز ها و سیستم های عامل استفاده میشن. عبارت از .exe یا .exe است که فایل های اجرایی است. فایل های اجرایی در واقع عبارت از فایل های می باشد که به خاطر اجرا کردن فایل ها یا به خاطر اجرا کردن پروگرام ها یا اپلیکیشن ها مورد استفاده قرار می گیرند و با دبل کلیک کردن یا دو دفعه تکرار کلیک کردن در واقع میتونم که فایل ها را اکزیکیوت بکنیم یا اجرا بکنیم. و همچنان فرمت فولدر های فشرده داریم که به نام زیپ یاد میشه. زیپ یا زیپ در واقع یک فرمت خاصی به خاطر ذخیره کردن فولدر ها به شکل فشرده میتونه باشه. و فایلی داریم به نام فرمت فایلی داریم به نام PDF. PDF فرمت فایل هایی که در آن تغییرات آورده نمیتونیم. فایل هایی که متن دیزاین شده آن به تصویر تبدیل میشه. ما بعضی اوقات فایل هایی داریم، فایل ورد به یک شکل به PDF تبدیل میکنیم و او قابل خانش هست، قابل تماشا هست، اما متنش به شکل تصویر تبدیل میشه، قابل تغییر نیست. ما نمیتونیم که در اصل متن تغییرات بیاریم. معمولا PDF وقتی که استفاده میکنیم باید فرمت PDF باشه که دیتای ما باز شوه و قابل دید باشه. و همچنان ما فرمت های HTML داریم. HTML برای فایل های اینترنتی یا فایل های ویب که ما بتانیم در صفحات ویب براوزر، در اپلیکیشن های براوزر مانند فایرفاکس، گوگل کروم، اینترنت اکسپلورر، سفری، کروم مختلف باز بکنیم و فایل ها را ما از فرمت HTML استفاده میکنیم. و این در واقع فرمت های مختلفی بود. و یک موضوع دیگه مثلا عزیز فشرده سازی فولدرها در ویندوز 10 هست. فشرده سازی فولدرها در ویندوز 10 به دو طریق معمولا انجام میشه. یکی از طریق فایلی که قبلا گفتیم به شکل فرمت زیپ است، از طریق از فولدرها را میتونیم زیپ کنیم یا کمی فشرده بسازیم. و همچنان یک ابزاری به نام ویندوز کمپکت تول یا کمپکت جی یاد میشه، از این میتونیم استفاده بکنیم. همچنان ما میتونیم که از رر بخاطر زیب کردن یا فشرده سازی فولدرها استفاده بکنیم. اما فشرده سازی فایل ها بدون تبدیل به فایل زیب یا رر که ویندوز کمپکت تول هست استفاده میشه. خوبش همی است که سرعت و قدرت فشرده سازی از این خیلی عالی هست و خیلی خوب است که مورد استفاده قرار میگیرن. به طور مثال در اینجا ببینیم که کمپکت جی آی اینجا هست و اینجا شما میتونید که نوعیت کمپرژن یا میتود یا روشی فشرده سازی را اینجا انتخاب بکنین. بعد فولدر رو تانا میتونید که کمپرس بکنین. وقتی که فولدر رو کمپرس کردین بعد میتونید که مشاهده بکنین که فولدر کمپرس شده شما چقدر حجمش کم شده. یعنی به طور مثال در اینجا ببینیم که
اینجا 12 جی بی است، اما شما فشرده ساختن تقریبا 8 جی بی اینجا شده، به این معنی که 4 جی بی تقریبا فایل ها اینجا کمپرس شده. یعنی خیلی به شکل عالی میتونه که کمپرس بکنه و کمپرس کردن از اینها توسط کمپکت میشه که ما به شکل عملی اینا میتونیم مشاهده بکنیم. اول میریم بالای فرمت ها، به طور مثال مثل نزیس، به خاطر از اینکه ما فرمت ها را مشاهده بکنیم در این قسمت، در قسمت فایل اکسپلور، در قسمت فایل اکسپلور ما به خاطر از اینکه فایل ها را اکستنشن یا پسوند شب ببینیم، در اینجا باید ما بالای فایل بریم. وقتی که بالای فایل داریم در قسمت ویو، اینجا ما فایل اکستنشن داریم و وقتی که فایل اکستنشن را که باز کردیم، اینجا ببینیم که فایل اکستنشن که باز شد، میبینیم که مثلا تصویر از جی پی جی است، ای پی دی ها، پی دی اف است، یا ای داکس یعنی ورد است، دی او سی اکس است، و این فایل ها میبینیم که زیپ است، زی آی پی هستند. یعنی فرمت های مختلف ما میتونیم داشته باشیم، یا به طور مثال من در درایو ای میرم، در اونجا فایل های مختلف ذخیره هست. به طور مثال در این قسمت ببینیم که فایل های مختلف شما اکستنشن هایش یا پسوند هایش مشاهده میکنید، یا در این قسمت اگر مشاهده بکنین ما فایل های مختلف داریم و این فایل های مختلف در واقع پسوند های مختلف دارن و هر کدامی از اینجا ببینین که در این قسمت فایل ها را ببینین که پی دی اف است، دی ایکس است، پی دی اف است، به این شکل نمایش داده میشه. اگر بخوایم که یک پی دی اف ایجاد بکنیم، مثلا مثال اینجا ما در ورد باز میکنم و وی ورد به دی و اکس است. به طور مثال در این قسمت اگر شما متوجه شده باشین، ما میرم سیوانس میگم، در قسمت سیوانس روی حساب انتخاب میکنم. وقتی که روی حساب انتخاب کردم، اینجا ببینید که تایپ یا نوعیت دی فرمت باید انتخاب بکنیم. ببینید که ما این فایل میتونیم که به فرمت دی او سی ام یا ورد مایکرو انیبل دکومنت سیو بکنیم، به ورد دکومنت واسه استفاده بکنیم، یا به ورد تمپلیت سیو بکنیم، یا به پی دی اف سیو بکنیم، یا میتونیم که به ایکس پی اس یا فرمت مختلف دیگه است، یا میتونیم که به فایل MHT یا MHTML میتونیم باز بکنیم، باشین سیف بکنیم. اگر ما وب پیج بگیرم، به این معنی است که وقتی که اینا با وب پیج میگیرم یا HTML میگیرم و سیف میکنم، این فایل در واقع ما در ورد اینا ساختم. حالا وقتی که ما باز بکنم، اینجا ببینیم که ظاهر شده در براوزر باز میشه، یعنی در صفحات وب باز میشه. اینجا ببینید که این صفحه ویب است یا مو ویب براوزر است که در ویب براوزر اطلاعات ما قابل نمایش شده یا قابل نشان دادن هست. و همچنان اگر ما بخوایم که اینا به یک فرمت دیگه سیف بکنیم، به طور مثال ما میخوایم که به یک فرمت دیگه سیف بکنم، اینجا میتونیم که پلان تکست تکست باشه، یا میتونه XML باشه، داکس باشه، اودی باشه. این فرمت های مختلف است. اگر پی دی اف بگم، پی دی اف که انتخاب میکنم دسکتاپ و در اینجا سیف میگم، وقتی که سیف میگم و سیف میشه و در اینجا ببینیم که با پی دی اف باز میشه، با پی دی اف باز شد. و این در واقع نوعیت شناخت فرمت هاست که ما فرمت های مختلف هم داشتیم. همچنان مسئله عزیز، به خاطر کمپرس کردن دیتا گفتیم یا فولدرها، ما چی داریم؟ ویندوز کمپک تولز داریم. در این قسمت ما دانلود کردیم به نام کمپک جی یو آی، میریم اجرایش میکنیم، رایت کلیک میکنیم، ران از ادمنستر میگیریم. وقتی که این ران کردیم، یک صفحه باز میشه، ما میتونیم که فولدر خود را سلیکت بکنیم. یک فولدر ما میخوایم که از اینجا سلیکت بکنم، مثلا مثال ما میخوایم که این فولدر سلیکت میشه، سلیکت شد، اوکی میکنم و اینجا ببینیم که انواع مختلفی اینجا ظاهر شده، الگوریتم های مختلفی کمپرژن یا فشرده سازی وجود داره. من نوع 8 کی بی شم میگیرم، یا میتونیم که 16 کی بی شم بگیرین و یه انواع مختلفی که در اینجا هست میتونیم که اینا فشرده بسازیم. وقتی که فشرده بسازیم، کمپرس بگیم، اینجا ببینید که تمام از اینها کمپرس میشه، به شکل دانه دانه کمپرس میشه. وقتی که کمپرس شد، به ما شما یک نتیجه خوب میده. اگر بعضی فایل ها اگر کمپرس نشد، میتونیم که کمپرس اینجا ببینیم که مثلا عزیز
دیتای ما 101.9 ام بی بود و اما رزالت یا کمپرس سایز ما کمپرسی سایز فولدری این فولدر که ما کمپرس کردیم 88.4 شده، یعنی تقریبا 15 یا 13 بایت اینا چیکار کمپرس کرده. شما اگر دیتای زیاد داشته باشین میتونین که از استفاده بکنین، به شکل خوبتر میتونین که اینا کمپرس بکنین. اگر بخواین که مثلا عزیز اگر بخواین که اینجا فولدر شماست، اگر بخواین که ان کمپرس بکنین دوباره میتونین ان کمپرس بکنین، یعنی از که فایل هایی را که کمپرس کردین دوباره پس چی میشه؟ ان کمپرس میشه یا فشرده سازی میبره، یعنی باز میشه و به مو حالت اولیش بر میگرده. مثلا عزیز این موضوع درس شما بود که ما در قسمت فرمت ها، پسوند های فایل ها و همچنان نوعیت فشرده سازی بحث کردیم که همه از اینا را مورد مطالعه قرار دادیم. خدا حافظ ناصرتان، روزتان خوش، بخیر باشین.